واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، برنامه ششم از تاریخ تحلیلی زندگانی علی ابن ابی طالب رو در روز سه‌شنبه پنجم ماه مارس برابر با 15 اسفند ما در خدمت شما هستیم. امروز مطالبی رو عرض خواهیم کرد که در کنار اهمیتش ممکنه چالش برانگیز هم باشه، اما تقاضای من اینه که خیلی خوب نگاه بکنیم به این پدیده، شاید از منظر داوری و اخلاق و انصاف بتونه مسائلی رو برای ما روشن بکنیم. ما در برنامه گذشته که جلسه پنجم بود به بحثی رسیدیم با نام واقعه یا حدیث منزلت، که خب خیلی از شیعیان از این واقعه هم بهره میبرن برای اینکه حق علی رو برای خلافت یا شایستگی او رو برای جانشینی پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن. امروز اندکی در این مورد سخن خواهیم گفت، بعد به مبنای تهاجم اسلام به سرزمین های دیگر خواهیم پرداخت در دوران خلفا و خب البته نقش علی ابن ابی طالب در این داستان. همانطور که پیشتر در واقعه غدیر عرض کردیم، کم و بیش در پیرامون صحابه پیامبر اسلام وقایعی رخ میداد و ایشان هم اظهار نظری میکردند، اما پیروان هر نهله ای سعی کردند از دل این وقایع مشروعیت ایجاد کنند. یکی از اونها که نزد شیعیان به نوعی برای جانشینی پیامبر به کار رفت، یک روایت یا حدیثی است که به منزلت علی اشاره میکنه که من اندکی در موردش سخن خواهم گفت. در سال نهم، یعنی زمانی که مکه فتح شده، شبه جزیره عربستان تا حدود بسیار زیادی در اختیار پیامبر اسلامه، ایشان تصمیم میگیره که به یک جنگی بره در منطقه تبوک. در این زمان او سعی میکنه علی رو در درون مدینه نگه داره و به او میگه که تو در مدینه بمان در کنار خانواده من، و او رو به همراه خودش نمیاره. در میان صحابه شایعه میشه که خب محمد ظاهرا به خاطر اینکه از علی ناراحت بوده او رو همراه خودش نبرده، بنابراین سرپرستی زنان و کودکان رو به او سپرده و خب این به گوش علی میرسه، به پیامبر اسلام نزدیک میشه و تقاضا میکنه که با پیامبر حرکت کنه و در اونجا پیامبر اسلام اشاره میکنه که نه، من از تو دلخوری ندارم، منزلت تو نسبت به من یا در مقابل من همانند هارون به موساست، جز این که بعد از من پیامبری نیست و وحی نمی آید. خب این واقعه تبدیل شد به یک حق که بله، خب ببینید وقتی پیامبر علی رو جانشین خودش قرار داد در مدینه، طبیعی است که مقصود او این بوده که علی بعد از او هم جانشین باشه. خب ما در تاریخ اسلام بسیار سراغ داریم که پیامبر اسلام وقتی به هر جنگی میرفت کسانی رو در مدینه قرار میداد که شاخصترین اونها شخصی است به نام ابن ام مکتوم که کور بود. وقتی پیامبر اسلام میرفت به هر غزوه و سریه ای، این شخص چون کور بود، ناتوان بود از این که به جنگ ها بره، در مدینه میمان. خب آیا باید برای خانواده ابن ام مکتوم این حق ایجاد شود که چون رسول الله هر وقت به جنگ میرفت پدر ما رو بر جای میگذاشت، پس بنابراین او حق داره که بعد از پیامبر ادعای خلافت بکنه؟ یا در بسیاری از جنگ های دیگر افراد مختلفی رو جایگزین خودش کرده در مدینه، اما هیچ کس چنین برداشتی نکرد که مقصود این است که او برای همیشه خلیفه باشه. ما شیعیان سعی میکنن این شواهد متناقض تاریخی رو نادیده بگیرن و وقتی پیامبر اسلام یک بار علی رو در مدینه جانشین خودش قرار داد، از دل اون خلافت بیرون بیاد. نکته دوم این که اتفاقا
پیامبر اسلام در مدینه علی رو جانشین قرار نداد، بلکه او رو برای خانواده خودش قرار داد. گفت شما برو این زنان و کودکان من رو محافظت کن، چون سبا ابن عرفته یا بنابر نقل دیگری محمد ابن مسلمه جانشین او شد در مدینه. مشیعیان این بخش رو هم نادیده میگیرن و سرپرستی خانواده محمد رو برمیکشن به عنوان اینکه او جانشین محمد در مدینه بوده. نه خیر، او جانشین محمد در مدینه نبوده، جانشین محمد در میان خانواده او بود. نکته دیگر این که وقتی محمد اشاره میکنه که جای در واقع اون منزلت تو، جای تو نسبت به من همانند هارون به موسی است، این افاده این معنا رو نمیکنه که علی جانشین محمدی، چون ما میدانیم هارون جانشین موسی نشد، چون هارون در زمان زندگی موسی فوت کرد و یوشع ابن نون جانشین موسی شد. و چگونه شما شیعیان از دل این مسئله جانشینی بیرون میارید؟ ممکنه شیعیان سوال بکنن یا پاسخ بدن که زمانی که موسی به کوه طور رفت هارون جانشین او شد برای مدت زمان محدودی. خب اگر برای مدت زمان محدودی است، خب این افاده خلافت بعد از محمد نمیکنه، کما اینکه محمد بعد از تبوک هم برگشت و در نتیجه جانشینی علی دیگه ملغا شد. این نکته جالب این که همون هارون زمانی که موسی به طور رفت، بنابر نقل های متعدد، اسباب گمراهی مردم شد، یا به نوعی به سامری اجازه داد یک گوساله‌ای بسازه و مردم پیرامون اون گوساله جمع شد، که حتی موسی زمانی که برگشت موی سر هارون رو گرفت به نشانه اعتراض که تو چگونه اجازه دادی در این مدت محدودی که من نیستم اینها گمراه بشن. پس این به منزلتش اضافه نمیکنه، بلکه نشانه بیلیاقتی یک انسانی است که حتی برای مدت محدود هم نتونسته اون جامعه رو نگه داره. نکته دیگر این که پیشتر هم عرض کردیم پیامبر اسلام برای بسیاری از یاران خودش القاب و عناوین و تعارفات رو در نظر میگرفت. بعد از جنگ بعد زمانی که بحث اسرا مطرح شد، ابوبکر مدعی بود که این اسرا رو آزاد بکنیم، فدیه بگیریم اینا رو آزاد کنیم. عمر نظرش این بود که این اسرا رو گردن بزنیم تا قریش بفهمه که ما چند اندازه شدت داریم در کار خودمون. حتی پیشنهاد کرد که اون عقیلی که اسیر شد رو علی گردن بزنه، برادرش ابوالعاص بن ربیع رو که داماد محمد بود محمد گردن بزنه، و از اون طرف هم حمزه باشه که عباس رو که برادر خودش هست و اسیر شده گردن بزنه. یعنی خیشاوند کشی یک امری بود که در درون جامعه اسلامی با ظهور اسلام، ابتدا عرض کردیم به خطبه از علی خواندیم، به یک روال تبدیل شد متاسفانه. محمد در اونجا نظر ابوبکر رو میپذیره که ما این اسرا رو به غیر از 3-4 نفر که گردن زده شدن، مثل ولید ابن مغیره، نظر ابن حارث و دیگران، در ازای دریافت پول آزاد بکنیم. و اونجا یه تعبیری به کار میبره، خلق و خوی ابوبکر رو به عیسی و ابراهیم نسبت میده. یعنی میگه تو مثل ابراهیم و عیسایی که به نوعی نسبت به قوم خودشون با توجه به اینکه بدی کرده بودند اما رحم و شفقت داشت. و به عمر میگه تو مثل موسی و نوح هستی که نسبت به اون قوم و قبیله خودشون نگاهشون نگاه منعطفی نبود، بلکه نگاه خشنی داشتن. خب آیا منزلت ابراهیم و موسی و نوح و عیسی بالاتر یا هارون؟ یعنی اهل سنت یکی از استناداتشون همینه که اگر پیامبر گفته علی مثل هارون برای موسی است، اما در حق ابوبکر و عمر هم از این تعابیر به کار برده. تازه اونا پیامبران اولوالعزمن، ولی هارون پیامبر اولوالعزم هم نیست. تازه در زمان موسی به عنوان یار او در کنار او قرار بگیره شناخته شد، چون موسی لکنت زبان داشت، از یهوه خواست که یکی هم همراه من بفرست که اونجا بتونه حرف بزنه، من نمیتونم این کارو بکنم. خب بنابراین از دل واقعی یا مثل حدیث منزلت شما نمیتونید جانشینی بیرون بیارید. ضمنی که اوضاع و احوال این داستان هم
نشان میده که پیامبر اسلام کدورتی داشته از علی، و علی میاد و میگه آیا از من ناراحتید یا نه، که داستانش برمیگرده حالا بنابر نقل برخی از تواریخ به خواستگاری علی از دختر ابوجهل. یعنی جایی که علی خواستگاری میکنه دختر ابوجهل رو، فاطمه ناراحت میشه، در حالی که تعدد زوجات حق بود در اسلام، یعنی یک مرد میتونست 4 زن بگیره، و علی به غیر از فاطمه زن دیگه ای نداشت. از دختر ابوجهل خواستگاری کرد. حالا ابوجهل در جنگ بدر فوت کرد، نبود، دختر او هم مسلمان شده بود. اما پیامبر اسلام که تعدد زوجات رو حکم الهی میدانست و خود ایشان هم چندین بار ازدواج کرد، تا دید این تعدد زوجات فاطمه رو ناراحت کرده، بر منبر مدینه نشست، گفت دایی های من از بنی مخزوم اجازه میخوان که پسر ابو طالب دختر اونها رو بگیره، ولی من اجازه نخواهم داد. هر کسی فاطمه رو آزار بده منو آزرده. این روایت شما دقت کنید، در واقع در حق علی به کار رفته، چون علی کاری کرد که فاطمه آزرده بشه. البته اینا بارها هم با هم نزاع داشتن، که من عرض کردم لقب ابو تراب بنابر برخی از نقل ها به خاطر درگیری هایی بود که بین علی و فاطمه رخ داد. علی خانه رو ترک کرد، در مسجد در یک جایی که بر روی زمین بود خوابیده بود، و وقتی پیامبر فهمید آمد به نزد او، گفت ابو تراب بلند شو، این لباست خاکی شده، پدر خاک بلند شو. یه نقل دیگر هم هست که در غزوه ذات الحشیره مسئله رخ داد. مقصود اینه که بین علی و فاطمه بارها نزاع رخ داده. اما نکته جالبتر این بود که من عرض کردم، یعنی جایی که پیامبر اسلام بنابر اون ناراحتی فاطمه یک حق الهی رو از علی میگیره، یعنی اونهایی که بحث تعدد زوجات رو از در اسلام دفاع میکنن، میبینن که پیامبر اسلام حاضر نشد داماد او بر سر دختر او حبو بیاره، چون دخترش ناراحت شده. این خود ایشان که زنان متعددی رو گرفته، بعد اشاره کرد که دختر رسول خدا با دختر دشمن رسول خدا در یه خانه جمع نمیشن. یعنی دختر من به عنوان پیامبر با دختر ابوجهل به عنوان دختر دشمن رسول خدا نباید یه جا جمع شن. حالا کاری هم نداریم که ابوجهل خود کرده بود، کشته شده بود در جنگ بعد، دختر او هم مسلمان بود. باز رفتار متناقض پیامبر اسلام اینجاست که خود او با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرد قبل از اینکه ابو سفیان مسلمان بشه. چطور پس اونجا خود رسول خدا با دختر دشمن خودش در یه خانه جمع شد؟ هیچ ایرادی نداشت. اینا تناقضات سردمداران ایدئولوژی هاست که اگر به منافعشون لطمه وارد بشه، اون قسمتش رو مقید میکنن، استثناء میکنن. همه 4 تا حق زن گرفتن دارن، اما رسول الله میتونه در زمان فوتش 9 تا زن داشته باشه. چرا؟ چون در آیات سوره احزاب 50-51 بینا آمده که این حق توی که در مزیقه نباشی. این سوره فهم ایدئولوژی هاست که چگونه باز تعریف میشه، باز تفسیر میشه توسط شارعی. خب بنابراین از دل حدیث منزلت ما به هیچ عنوان نمیتونیم بحث جانشینی پیامبر اسلام رو برای علی به رسمیت بشناسیم. اینها عمده ترین دلایلی هستن که شیعیان سعی میکنن ولایت و خلافت علی رو موجه بکنن. یکی اون حدیث خانه یا دار هست، یکی حدیثی است که در درون قدیر خم رخ داده که حدیث منزلته، و موارد جزئی تر که حالا دیگه نیاز به پرداختن به اون نیست. بعد از فوت پیامبر اسلام، گروه های مختلف اسلامی به سمت ابوبکر میرن، با او بیعت میکنن. علی هم تا زمانی که فاطمه زنده بود سعی کرد از او استفاده بکنه برای اینکه نشان بده خلافت حق اوست، که ما خواندیم در نوبت پیشین فاطمه و فرزندان خودش رو میگرفت میرفت دم خانه انصار و مهاجر که خلافت حق منه، ولی کسی به اون نداد. آوردن که حدوداً بعد از 6 ماه، حالا 3 تا 6 ماه بعد از فوت فاطمه، علی هم با ابوبکر بیعت. از اینجا مسئله رخ میده که بسیار مهمه، یکی در باب این که
ما می دانیم از زمان ابوبکر تهاجمات اسلامی به سرزمین های دیگه آغاز می شه. به ایران، به شامات، به مصر و به مناطق بیرون از شبه جزیره. خب مسئله بر سر اینه که در پی این تهاجمات، خب ایران به مرور زمان، نه در عرض یکی دو سال، در حدود سالهای 30 تا 32، تماما در تا خراسان و جاهای دیگه در دامن اسلام قرار میگیره. خب نقش علی ابن ابی طالب در این داستان چیست؟ این نکته بسیار مهمی است و بخش خیلی خاموش تاریخ ماست، چون ایدئولوژی و تفکر شیعه نخواسته جای پای علی رو در فتوحات ایران نشان بده و ما سعی میکنیم به این مسئله بپردازیم. نخست این که در نوبت‌های اول عرض کردیم اسلام یک ایدئولوژی است، یک بسته اعتقادی است، یک گفتمانه، حالا در قالب نامی است به نام دین که سعی میکنه در دل اون اهداف، ابزار، جهانبینی‌ها، باید و نبایدها و بسیاری امور دیگر تبیین کنه. ما اشاره کردیم علی شخصیتی است در درون این ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی که اساس اون بر تمایز بین مسلمان و کافر و مشرکه، یعنی یک رابطه ای رو این ایدئولوژی یا این دین به عنوان یک بسته فکری تبیین میکنه که شما اگر هر مشرکی رو دیدید باید دشمن بپنداری، کمان که علی ابن ابی طالب هم قریش که خاندان و خانواده او بودن رو دشمن دانست و گردن زدن اونها رو در میدان نبرد جزء مفاخر خودش میدونه، جزء افزایش ایمان خودش میدونه. بارها در جنگ های بدر و احد و خندق و اینا ما دیدیم. پس برای یک چنین انسانی عنوان مشرک فصل الخطابه، نه اینکه او برادر منه، او زنه، او مرده، او ایرانیه، او اهل شامه، نه، اینا موضوعیت نداره. یعنی ما نباید فکر کنیم که چون ایرانی هستیم علی ابن ابی طالب با ما خوب بوده، با بقیه مشرکان که پسر عموهاش هستن می جنگه اونا رو می کشه، اما با ما ایرانی ها خیلی خوب بوده، مهربون بوده. خب این برخطاست. اما جای پای رو من سعی می کنم از چند منبع ذکر کنم، ولی قبل از اون نیاز به تبیین یک مفهومی داریم که این مؤلفه و مفهوم بسیار مدرنه اما یه ویژگی هایی داره که شاید برای ما روشن کنه اصل داستان چیست. یک واژه‌ای به نام امپریالیسم که خب گروه های چپ گرفته تا اسلامی زیاد از این استفاده می کردن، یعنی یک نگاه فکری عملی که خارج از حدود مرزهای خودش دست اندازی و تسخیر سرزمین های دیگر رو مجاز می دونه و از انسان ها و منابع غیر انسانی مثل منابع طبیعی یا هر چیز دیگر به نفع خودش استفاده بکن. به این میگن امپریالیسم. مثلا میگن امریکا امپریالیسته. چرا؟ چون میره به سرزمین های دیگر، به مردم حمله میکنه، اون کشور رو تصاحب میکنه که منابع انسانی و مالی در اختیار خودش قرار بگیره، منابع طبیعی در اختیار خودش قرار بگیره. این تفکری بود که در قرن 19 دیزرائیلی و چمبرلین و دیگران آورده بودن، این مفهوم، یعنی واژه امپریالیستی بودن و خیلی های دیگر هم استفاده کردن برای اینکه نشان بدن این گروه متجاوزه، من غیر حق سعی میکنه وارد سرزمین های دیگه بشه و از اون استفاده کنه. درست، واژه امپریالیست واژه جدیدی است، اما محتوایی که داره قابل تطبیق با برخی از بسته های فکری. شما امپریالیستی بودن رو در درون یهودیت کمتر میبینید، چون اونا یک عقاید بسته ای هستن که فقط به قوم بنی اسرائیل مربوطه، نمیگه ما بریم دیگران رو هم یهودی بکنیم، یعنی یک دین تبشیری نیست. اگر هم میخواد سرزمینی رو بگیره معتقده که این سرزمین آبا اجدادی ما بوده، دیگران از دست ما گرفتن و ما حالا میخوایم بگیریم. حالا زیاده روی ها که 100% میکنن در این داستان های فلسطین و جاهای دیگه، هم بخشیش فلسطینی ها مقصرن هم بخشیش اسرائیلیا مقصرن، اما اصلا بر سر یک عقیده است، عقیده ای که
به دنبال این نیست که سلطه ایجاد بکنه در جهان. اما مسیحیت و اسلام این گونه هستند. این دو در اسلام مسئله خیلی حادتره، به خاطر اینکه روش تسخیر سرزمین های دیگر در درون این ایدئولوژی به رسمیت شناخته شده و خود پیامبرش هم در عمل این کار رو صورت داده، یعنی به سرزمین های متعددی حمله کرده برای اینکه اونها دعوت بشن به اسلام و اسلام رو بپذیرن، حالا با زور. یعنی علاوه بر اینکه دین تبشیری است مثل مسیحیت، در کنارش به شکل عملی هم وارد فاز جهاد و جنگ شده. یعنی یک دولت اسلامی در مدینه هست اما معتقده که ما نباید محدود در مدینه باشیم، باید کل جهان رو تسخیر بکنیم تا همه به نور اسلام در بیان، عقیده ما رو بپذیرن. خب چند مستند نشان بدیم ببینیم آیا سخن سلیمانی گزافه هست یا نه، نشانی از حقیقت درست. اولین نشانه آیه 39 سوره انفاله، جایی که اشاره میشه که با کافران بجنگید تا دیگر فتنه ای نماند و دین یک سر دین خدا گردد. یعنی دستور میده در اون ایدئولوژی یا اون بسته فکری که شما باید با کافران بجنگید تا بر روی زمین دیگه فتنه یا همون کفر و شرکی باقی نمونه و دین یک سره از آن خدا بشه. بخونیم یک چند کتاب تفسیری رو تا تبیین بشه این مسئله برای ما. ابوالفتوح رازی در کتاب روز و جنان داره اشاره میکنه، ذیل این آیه تفسیر میکنه، گفت، منظورش آیه قرآنه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تا آنگه که فتنه ای نماند و فتنه نباشه، یعنی کفر. و فتنه در این آیت کفر است. پس معنی آیت آن است که کارزار کنید چندان که کفر چنان ذلیل و مهین شود که سبب فتنه نباشد، و یکون الدین کله لله، یعنی تا خلقان همه خدای را فرمان بردار باشند. جلد نهم صفحه 115 و 116. پس میبینی ابوالفتوح رازی از مفسران شیعی اشاره میکنه که قرآن دستور داده که ما بریم سلطه ایجاد بکنیم برای اینکه هر عقیده دیگری به غیر از اسلام از بین بره، مسیحیت و یهودیت استثناء شدن که جزیه بدن، صابئین و دیگران، اما کفر و شرک باید از بین بره. یعنی سلطه ایجاد بکنیم در همه مناطق جهان. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خودش میگه، البته نقلش از مجموع بیان تبرسی است، یعنی دوتا عالم بزرگ شیعی، زراره و غیر او از ابی عبدالله، منظورش جعفر صادق، روایت کردند که فرمود هنوز تأویل این آیه تحقق نیافته، وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک می کنند خیلی زود تأویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد صلی الله به مرحله خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. یعنی ایشون میگه که شما فکر نکنید این آیه مربوط به زمان محمد ها. درسته پیامبر اسلام سال دهم هجرت فوت کرد، اما این آیه که نباید معطل بمونه، باید شبی برسه مشرکی نمونه. و این کارو کی انجام میده؟ قائم ما. یعنی ایشون معتقده، برای شیعیان هم همینن دیگه، منتظر یه آقایی هستن از سردابه سامرا رفته بیرون بیاد، هدفش کار امپریالیستی است، یعنی سلطه بر همه کفار و مشرکان و جاهای دیگه که حتی یه شب بشه مشرکی وجود نداشته باشه. ببینید چقدر این اندیشه ها خطرناکه. یعنی ما وقتی امروز به یک روحانی یا آخون میگیم امپریالیسم بد است، میگه بله خیلی بد است،
دلیلی نداره که امریکا لیبرالیسم رو برای دنیا منتشر میکنه. دلیلی نداره که کشورهای غربی، حالا امپریالیسم هم مختلف از نظر اینا، امپریالیسم فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، سیاسی داریم، اینا معتقدن ایالات متحده میخوان این لیبرالیسم رو به همه جهان منتشر بکنه. چرا باید این کارو بکنه؟ چرا باید بره در جای دیگه دموکراسی بیاره؟ شما به چه دلیل به عراق حمله کردی که دموکراسی بیاری؟ به چه دلیل به افغانستان حمله کردی؟ این اصل ادعای آخونداست دیگه. حالا اینا رو در همون موضع قرار بدید، بگید بله فرمایش شما کاملا درسته، هیچ کس حق نداره با زور نظامی بره جای دیگری، به مردم بگه آقا تن میدی به ایدئولوژی من یا نه؟ اگه تن نداد این کشور رو تسخیر بکنید، مردم رو به انقیاد در بیارید، نفتشون رو ببرید، بله کار بدیست. خب حالا آقای حجت الاسلام، آقای آیت الله، مگه اسلام شما چیز غیر از این گفته؟ حالا نامش امپریالیست نیست اما محتواش که یکیه. شما معتقدید اسلام باید منتشر بشه در سراسر جهان، باید برای جهاد کرد، آدم کشت، شبی باقی نمونه که یک کافر وجود داشته باشه؟ حرف فرماشه شماست. و چه فرقی میان شما با امپریالیسم میکنه؟ این که در درون این ایدئولوژی خصومت و جنگ نهادینه شده با همه جهان حاصل همین تفکرات. خب بریم ببینیم آقای سید روح الله خمینی چه گفته در مورد همین آیه. قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، همون آیه 39 انفال، همه بشر را دعوت میکند به مغالطه، ببخشید مقاتله، برای رفع فتنه. یعنی بریم قتل انجام بدیم، جنگ بکنیم برای که فتنه بریم. یعنی جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم. باید کسانی که تبعیت از قرآن می کنند در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته شود. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است تا آخر نظر دارد. یعنی مقصودش اینه که تا قیامت باید این دستور تو گوش ما باشه، در باور ما باشه، در رفتار ما باشه. فقط مربوط به زمان محمد و زمان علی و اینا نیست، دیدید روایت دیگر هم تاییدش میکنه، میگه تا زمان قیام قائم ما تازه تحویل میشه این آیه، یعنی نمود بیرونی پیدا میکنه. تا آخر نظر دارد، میگوید که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم یک کمی فتنه را کم کرده ایم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. مثلا شما فرض کنیم که ما عراق رو گرفتیم، اما اینجا وصل نمی کنیم، میریم قدس، اسرائیل هم باید بگیریم. حالا اسرائیل رو گرفتیم، تمام نشده، اینا فتنه ها هنوز هست، باید بریم در اروپا، اروپا رو هم بگیریم. اروپا رو هم گرفتیم، باید بریم امریکا رو هم بگیریم، چون همه جا فتنه هست ما باید بریم. شما امپریالیستی تر از این تفکر بعید میدونم در جایی، حتی من نشنیدم و نخواندم وجود داشته باشه. ایدئولوژی معتقد باشه کل زمین رو تسخیر خواهم کرد با زور و سرنیزه و فشار. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را هم ما فرض کنیم که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگوید، قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته از جنگ، جنگ تا پیروزی. این شعارهایی که میدادن جنگ، جنگ تا پیروزی، نه، همه مبانی قرآنی داره. تازه خمینی میگه شما فقط فکر نکنید که ما اگر امروز همه جهان رو گرفتیم تمامه، نه، این چنان باید نظارت باشه که دوباره فتنه سر بر نیاره. یعنی استیلای امپریالیستی خودمون رو همونجا حفظ بکنیم،
مثلا اینطوری نیست که بگید ایالات متحده آمده در افغانستان، فرض بگیریم، جنگ کرده، طالبان رو بیرون بکنه، القاعده رو شکست بده، بعد یه حکومت دموکراتیک ایجاد بکنه بگه آقا من رفتم. در عراق صدام حسین رو بندازه، یه حکومت دموکراتیک بیاره، بعد بگه من رفتم. خمینی میگه ما به این قانع نیستیم، ما بلکه باید اونجا بمونیم، چون ممکنه فتنه در زمان دیگری دوباره به وجود بیاد در همونجا. پس این سلطه اسلام یا این نگاه امپریالیستی که خمینی داره و البته از قرآن آمده دائمی است، باید حاضر باشه، ناظر باشه و اون جامعه رو تحت انقیاد خودش در بیاره. بالاتر از این را گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است و رحمت است این، نه اینکه نقمتی بر مردم است. میگه این عقوبت نیست. دیدید خمینی وقتی کسانی رو اعدام میکردن میگفت این تازه رحمت بر اوناست، چون با گناهان کمتری میرن به پیشگاه حضرت باری تعالی. مثلا سلیمانی 10 سال حالا جنایت کرده، او رو الان بکشیم بهتر از اینه که 30 سال جنایت بکنه. از منظر اسلامی دارم عرض میکنم، چون اون 30 سال بار گناهشو بیشتر میکنه. برای همین اینا وقتی کودکان رو میکشتن، نوجوانان رو میکشن، برای اینا بد نیست. تازه میگن ما داریم لطف میکنیم، اگه این دختر مجاهد، اگه این دختر کمونیست، اگه این دختر سلطنت طلبی که ما از رژیم گذشته به غنیمت گرفتیم اینها رو به جای 20 سال 40 سال زندگی بکنن، گناهانشون دو برابر میشه. بنابراین اگه همین الان اینا رو بکشیم، یه رحمتی هم به اینا آوردیم. ببین چقدر ذهن این افراد فاسده که کشتن افراد حتی تازه رحمت هم میدونن برای اونها. یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. یعنی جنگ برای اینا رحمته. دیدید دیگه، مگر همین خمینی نمیگفت جنگ نعمت است؟ خب من دیگه این صحبت خمینی رو اینجا تمام کنم. مقصود بر سر اینه که شما این اندیشه ها رو در درون قرآن میبینید که در آیه 39 سوره انفال آمده. اما فقط همین آیه نیست، شما آیه 5 سوره توبه که میدانید سوره توبه یا براءت در آخرین سالهای زندگی پیامبر نازل شده، که اون بحث براءت از مشرکین و اجازه دادن به این که شما فقط 4 ماه بگردید وگرنه ما با شما خواهیم جنگید، مؤید این است که اگر کسی به اسلام در نیاد، خونش، مالش، زن و فرزندش بر او حرام هستند و او محدور و دمه و میشه او رو کشت، مگر اینکه شهادتین بگه، نماز و روزه بخونه. حدیث هم داریم، امرتو ان اقاتل الناس، امرتو یعنی امر شده بر من، محمد داره میگه ان اقاتل الناس، که با ناس یعنی مردم بجنگن، تا اینکه یا شهادتین بگن یعنی اون ایدولوژی ما رو بپذیرن، نماز و زکات که کارهای عملی است انجام بدن، وگرنه من خون اونا رو می‌ریزم. هم در آیه 5 سوره توبه و آیات اولیه آمده مضمون شبیه به این، هم در روایت معروف عن امرتو ان اقاتل الناس که منابع شیعی و سنی این روایت رو ذکر کردن. یعنی فتوای قتل مردم برای اینکه به عقیده من در بیاد. و آیات دیگر که پیامبر اسلام رو رسول همه میدانه، کافت للناس میدانه، میگه ما تو رو برگزیدیم برای همه مردم، کافه یعنی کلیه، کلیه مردم. مثلا هیتلر بگه من آمدم برای نجات بشریت، چی داره؟ میگه این ایدئولوژی نجات بخشه. برای بسط این ایدئولوژی، برای انتشار اون، از نیروی نظامی هم استفاده میکنم، میرم سرزمین ها رو میگیرم، اونایی که مخالفن گردن میزنن، زن و بچهشون هم به عنوان برده میگیرم. خب چرا اینا رو عرض کردم؟ وقتی میخوایم فهم کنیم چرا اسلام به سرزمین های دیگه تهاجمی رفتار کرده، حرکت کرده، برای اینکه باید فهم کنیم اینها قبلا تئوریزه شده در درون اون ایدئولوژی که ما سربازان رهایی بخش هستیم، میخوایم ایرانیان رو از طاغوت نجات بدیم،
طاغوت به معنی طاغی شدن بر خداست، عصیان بر خدا، حالا چه جنبه دینی چه جنبه سیاسی. به همین دلیل خمینی میگفت نظام طاغوتی. چرا؟ چون پادشاه اون مملکت رو یک شخصی میدانست که از حکومت دینی بیرونه، طغیان کرده بر علیه خدا، بنابراین نظام طاغوتن، احکام اسلام اجرا نمیشه، روش روش اسلامی نیست از منظر اینها، و بنابراین باید رو انداخت. همین تفکر در درون قرآن و سنت پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شد. حالا زمانی که اینها میخوان حمله کنن به ایران، دیگه ما نمیتونیم بگیم علی برخلاف قرآن عمل کرده، یعنی وقتی ابوبکر و عمر و دیگران میخوان حرکت کنن به طرف ایران، دیگه اینجا عدم رضایت علی عدم رضایت با قرآن خواهد بود، عدم رضایت با سنت نبی خواهد بود. خب این بستر فکری رو خواستم روشن کنم. حالا برمیگردم به شواهدش. نفنین مسئله که میخوام عرض کنم این است که ممکنه برخی از عزیزان این نکته رو داشته باشن که خب در قرآن هم آیاتی وجود داره که میگه لکم دین و کم ولی دین، در دین، دین شما مال خودتون، دین من مال خودم، یا لا اکراه فی دین. یکی پس علوم قرآنی یک نکته داریم و اون آیات ناسخ و منسوخه که در تاریخ قرآن هم بهش پرداخته میشه، یعنی جایی که آیاتی وجود دارن اما آیات دیگری بعدها می آیند و اون آیه رو کنار می زنن. آیاتی که پیامبر اسلام در مکه می آورد طبیعی بود هنوز اون انگیزه ها رو نداشت که بتونه دستور جهاد بر علیه حتی قریش رو بده، چه برسه به بقیه مناطق جهان. اما وقتی یک تفکر امپریالیستی یا یک شخص احساس میکنه که میتونه قدرت رو تسخیر بکنه، آرام آرام برای بست تفکر خودش و کشورگشایی اون رو تعمیم میده به سرزمین های دیگه، حالا وعده های بزرگتر میده. همین دلیلی که شما در قرآن در مکه آیات ملایم میبینید اما در مدینه آیات بسیار خشنه، چون دیگه قدرت مستقر شده، نیاز به ترس نداره، نیاز به ملاحظه نداره، خیلی بی محابا اون کنه اندیشه خودش رو تبلیغ میکنه، اجرا میکنه، چون دیگه اون حصارها و محدودیت‌ها برداشته شده. من برای که این موضوع برای عزیزان روشن بشه، از کتاب علوم قرآنی آیت الله محمد هادی معرفت در مورد آیات قتال قرآن نکته رو میارم و بعد برمیگردم به شواهد تاریخی در مورد علی. ایشان میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، چون چند مرحله داره، اندیشه امپریالیستی در اسلام با یک آیه ایجاد نشد، آرام آرام ایجاد شد. تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال آیات 3948 شروع شده، سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز. میگه اول اذن داده شد، یعنی این که اگر اتفاقی رخ بده ما میتوانیم وارد فاز جنگ بشیم. دومین مرحله میگه اذن با کفار متعدی، میگه یعنی کسانی که به شما تجاوز کردن شما میتونید جواب اونها رو بدید. آیه 61 انفال و 91 نساء، اینا آیاتی هست که مسلمان شاهد میارن، میگه آقا مقصود قرآن نگاه امپریالیستی نیست، بلکه اینجا در این آیه اشاره کرده اگر به شما حمله شد حمله بکنید. کاملا درست این آیه هست، اما این آیات منسوخه، چون آیات دیگری داریم که با این آیات قابل جمع نیستن. در نتیجه طبق آیه 106 بقره یکی آیه ناسخه یکی منسوخه. آیه محمد هادی معرفت داره نشان میده، یعنی جمع میکنه بین آیات قرآن که برای ما قابل فهم باشه که این آیات مخشوش در مورد جهاد رو چطور میتونیم با هم تبیین کنیم. مسلمان یه چیزی میگه، مشرک یه چیزی میگه، کدومی که درسته. ایشون داره میگه اینا مرحله است، مرحله اول اذن در جهاد، مرحله دوم
مشخص میکنه کفاری که به شما حمله کردن با اونها بجنگید. آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر میگیرد. یعنی میگه مهم نیست کفار به شما تجاوز بکنن، اگه همسایتون کافره میتونی بهش حمله بکنی. یعنی این دقیقا آیه 123 توبه هم آورده، یعنی جزء آیات انتهایی است. به همین دلیل مسلمانان به خیبر حمله کردن، اهل خیبر که با مسلمانان جنگ نداشتن، چند مایل هم از مدینه دور بودن. پس جنگ بعد رو احد و اینها اگر بگید برای دفاع بوده، که جنگ بعد البته دفاعی نبود، جنگ احد و خندق دفاعی بود، اما فرض رو بر این بگیریم که جنگ احد و خندق دفاعی بوده، پس جنگ خیبر رو چطور میتونیم جمع کنیم؟ همین تبوک رو چطور میتونیم جمع کنیم که من مثال زدم؟ سریه یا غزوه موته رو چطور میتونیم جمع کنیم؟ غزوه بنی مصطلق رو چطور میتونیم جمع کنیم؟ اینا جنگ دفاعی نیستن که، همشون جنگ های تهاجمی هستن. خود فتح مکه جنگ تهاجمی است، به خاطر اینکه بعد از اون مراحل اولیه در سال دوم سوم هجرت تا سال پنجم که جنگ خندقه، بعد مسلمانان وارد فاز تهاجمی میشن. اون تا تهاجم اول نسبت به اطرافیان، همسایگان، و ادامه میده مرحله چهارم و بالاخره اعلام استیصال، یعنی نابود کردن مطلق کفار و مشرکین. آیه 5 توبه و 36 توبه صادر شد. پس دقت فرمودید این چهار مرحله رو در صفحه 199 کتاب علوم قرآنی آیه محمدهادی، آیت الله محمدهادی معرفت. یعنی ایشون میخواد بگه که برای اینکه قرآن رو فهم کنیم در مورد آیات جهاد باید بدونیم ابتدا آیاتی آمد اذن جهاد داد، چون مسلمان ضعیف بودن میخواستن امیدی داشته باشن، گفت جهاد برای ما به رسمیت شناخته شد. دوم با کفاری که به شما تعدی کردن جنگیدن، نمونهاش هم جنگ های احد و جنگ های خندق و ایناست. اما از سال پنجم ششم داستان تفاوت، اون مرحله سوم تشریع قتال میاد و اون جنگ با اطرافیانه، با مناطق پیرامونه که عرض کردم خیبر و تبوک و موته و جای دیگه حاصل این جنگ هست، سقیف و خیلی جای دیگه در طائف. و در نهایت قتال با همه مشرکان و کفار، یعنی کسانی که هنوز محقق نشده اما وظیفش بوده خلفای جانشین قرار گرفته. پس رفتار ابوبکر و عمر و همینطور عثمان غیر قرآنی نبوده، بلکه دستور کاملا شرعی است. خب حالا نگاه بکنیم علی چیکار کرده در این دوران خلفا. اولین تاریخی که من بهش استناد میکنم تاریخ یعقوبی است از مورخان شیعه. ابوبکر خواست به روم لشکرکشی کند و با گروهی از صحابه پیامبر خدا مشورت کرد. پس امر کردند و نهی کردند، یعنی یه دیگه گفتن آره انجام بدیم، یه دیگه گفتن نه فعلا انجام ندیم. و سپس از علی ابن ابی طالب مشورت خواست و او فرمود تا دست به انجام این کار شود و گفت اگر دست به این کار زنی ظفر یابی. تازه علی تشویقش کرده که باید بریم به جنگ مناطق دیگر. پس ابوبکر گفت نبی که نوید نیک دادی، و آنگاه در میان مردم به سخنرانی برخاست و آنان را فرمود تا برای رفتن به روم آماده گردند. منطقه شامات، صفحه 11 کتاب تاریخ یعقوبی. ابن اسلم کوفی هم همین مسئله را آورده، هم در مشورت با علی و هم با عمر. کتاب باز هم ابن اسلم کوفی از کتاب الفتوح او. اینا هم شیعی هستن. امیر المؤمنین، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید و ابو عبیده هر یک رأی زدن و حکایتی گفتن. آنگاه صدیق روی سوی امیر المؤمنین علی کرد. صدیق منظورش ابوبکر. خب اینا رو جمع کرده بود، اتاق فکر بودن، سرداران اسلام رو مشورت کرد، هر کسی هم یه چیزی گفت.
بعد میگه رو به سمت علی کرد ابوبکر و ازش سوال میکنه یا ابوالحسن بیار تا تو موافق کدام رأی و بگو تا چه فرمایی. علی علیه السلام گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی و اگر خودت روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن که در هر دو حالت همه کارها بگشاید و فتح و ظفر قرین گردد. صدیق رضی الله عنه گفت بشارت باد تو را یا ابوالحسن، ولیک بگوی این را از کجا میگویی؟ میگه خب دلیل چیه که اینقدر مطمئنی که ما پیروز میشیم؟ گفت من از پیغمبر صلی الله بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد تا روز قیامت و قیام ساعت. البته نیاز نیست از پیامبر بشنوید، آیه 28 سوره فتح وعده پیروزی اسلام رو بر همه ادیان داده. علی هم داره اینجا میگه که پیامبر اسلام این رو گفته به من که اسلام بر همه ادیان پیروز میشه. پس ای خلیفه بشه تاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش، یعنی در این رفتار امپریالیستی، در این تهاجم به سرزمین های دیگه به خدا توکل کن، ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهاد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. ببینید این همون انسان ایدئولوژیکه، براش ایرانی و رومی و مصری متفاوت نیست، اون مشرک که باشی تمامه. صدیق گفت ای ابوالحسن مرا بدین حدیث شاد کردی، خدای عزوجل تو را به زیادت درجات در بهشت شاد کند. پس روی به یاران آورد و گفت ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است، هر کی در صدق او به گمان بود بی گمان منافق باشد. مرا از سخن او در جهاد روم جد و حرص بی افسود. تازه میگه ایشون منو بیشتر تشویق کرد که حمله کنیم، یعنی ببینید چه جنگ طلبی بوده این علی ابن ابی طالب، به جای که رأی طرف رو بزنه که آقا درست نیست این کارها، میگه نه خیر حمله بکنیم، خداوندم با ماست. و دل من عظیم شاد شد، اکنون در این کار سایی باشید و کمر جد و جهد ببندید. همین کار رو علی ابن ابی طالب در مورد عمر انجام میده. اما اهمیتش در اینجاست که بعد از نبرد جسر یا پل که ابو عبیده ثقفی توسط بهمن جازویه کشته میشه و شکست میخوره سپاه اسلام، خبر میرسه به عمر که آقا ما در ایران شکست خوردیم، مسلمانان حالا در وضعیتی قرار گرفتن که کیو بفرستیم جای ابو عبیده ثقفی پدر مختار. در اینجا در عمر داره رایزنی میکنه، امیرالمؤمنین علیه السلام نیز بر این رأی موافقت نمود و گفت صلاح در این است که امیرالمؤمنین در مدینه باشد تا اطراف مملکت مسلمانان نگران باشند. سعد ابن ابی وقاص را بخوان و وی را برای یاری اهل اسلام در این کار نامزد فرما که او سزاوار این کار است. امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه رأی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب موافق آمد. پس همین فرمانده جنگ با ایران یعنی سعد ابن ابی وقاص حاصل مشاوره علی با عمره که علی بهش میگه که اینو برگزین. یعنی در اتاق فکر جنگ عمر علی ابن ابی طالب نقش داره. حالا دوستان شیعه میگن که خب علی که به ایران نیامد. بله درسته علی به ایران نیامد، اما گونه که عمر به ایران نیامد، آیا عمر مسئول جنگ با ایران هست یا نیست؟ خمینی هیچ وقت در صف مقدم جبهه جنگ نرفت، ما مسئول جنگ بوده یا نبوده، موافق جنگ بوده یا نبوده. بسیاری از فرماندهان نظامی که در صف مقدم جنگ نیستن، تو اتاقای فکر خودشون را طراحی میکنه. علی ابن ابی طالب هم در اتاق فکر عمر مشغول رایزنی است که سعی بکنه
افراد مختلف رو تهییج بکنه، برگزینه برای جنگ با ایرانیان. خب ببینیم آقای رسول جعفریان چه میگه در مورد همین مسئله، از روحانیونی که در درون نظام جمهوری اسلامی هم کتابای زیادی در تاریخ اسلام نوشته. ایشون از همین داستان عمر میاد. عثمان مخالف رفتن وی، یعنی منظورش عمره بود، و در برابر امام علی علیه السلام وی را بر رفتن تشویق کرده و رفتن او را به صلاح اسلام و مسلمین دانست. عمر رأی او را پذیرفت و پس از آن که وی یعنی علی را در مدینه جانشین خیش کرد، راهی قدس شد. سال 16-17. یعنی ببینید تفکر اسلام یک تفکری است با محتوای امپریالیستی. برای این ایدئولوژی فتح سرزمین های دیگه، استیلای عقیدتی و به غنیمت گرفتن زنان و مردان به رسمیت شناخته شد. علی هم جدای از اون نیست. بنابراین اگر روحانیت دستگاه فکری و عقیدتی تشیع میخواد اخبار کذب به ما بده که علی خیلی متفاوت بوده از این افرادی که به ما حمله کردن، کاملا دروغه و ما هم فریب یک علی رو خوردیم که شریعتی ها و دیگران برای ما ساختن، که انسانی بوده که با این دستاندازی ها مخالفت بود. نخیر، برخی از زنان علی کنیزانی بودند که در همین جنگ ها به اسارت گرفته شدن، مثل خوله که از قبیله بنو حنیفه گرفته، مثل صحبا که خالد ابن ولید و دیگران او را آوردن. اینا کنیزانی بودند که علی اونها رو به همسری گرفت. خب اگه علی با جنگ مخالف بود که نباید کنیزان اونها رو به عنوان یک حق بدونه. میگه نخیر، جنگ غاصبانه است، نادرسته. کسی که دزدی میکنه مالش مالی نیست که دیگران استفاده بکنن، میگن قبول نداریم. اما علی از اون غنایم بهره برده. حالا ما بعدا اینا رو خواهیم خوان. پس اینجا به عنوان مقدمه عرض کردم که اسلام یک تفکری است به دنبال سلطه و استیلا بر مناطق مختلف و علی هم کارگزاری است در درون اون ایدئولوژی. پس ما ایرانیان نباید فکر کنیم علی بین ما و دیگران تمایز قائل بوده. نه، از نظر چنین افراد ایدئولوژیکی، حتی زن و فرزندم اگه خارج از اون ایدئولوژی باشن، محدود و دمن، باید حذف بشن تا فتنه از جهان برداشته بشه. به این مبحث در آینده ادامه خواهیم داد، سهم علی از غنائم و چیزهای دیگر که ربط داره به رابطه بین ما ایرانیان و علی ابن ابی طالب. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.